درودهای بیکران، هممیهنان فرخنده و ارجمند و گرامی و مهربان و مهرپرور. درود بر شما گرامیان. امروز 3 ماه سال 12353 کیومرث مهر میترایی برابر است با 24 دسامبر 2019 ترسایی. ترسویی. بله. خب همیهنان گرامی، با سپاس فراوان از اینکه به ما چی میگن، با آرنج که زودتر یک برنامه لازم داریم. من فکر میکنم که ما واقعا تا زمانی که یک ماجرای اساسی نباشه در مورد شرایط به اصطلاح کنونی سر دوستان رو درد نمیاریم که نمیخوایم برنامه، برای اینکه واقعا بعد از اون که ما اون بنیه و کنه گفتمان خودمون رو بعد از سالها پژوهش و چه در تاریخ چه در اقتصاد سیاست دانش هستی اسطوره، به هر حال دیدگاه خودمون رو از اینکه ایران امروز در چه موقعیته و چه باید کرد به طور مجمل، حالا نمیدونم چی، به طور کوتاه بیان نمودیم. ولی به نظر میاد اصلا برخی از همیهنان، نه همه، ولی آنچه که خودشون دوست دارن میگیرن. خیلی عجیبه. من از گفتار ما، آره خیلی عجیبه. من واقعا همون چیزی که ما اونجا باز کردیم، روش کار کردیم، همونو برعکسش میگن. آخر من نمیدونم این مغزشویی که در این 40 سال یا در این هزاره پس از حاکم شدن جهودان عرب، همجایی که امروز سعودی عربی ها اسمشه، چه بر سر ما اومده. یعنی یه چیزیه توی خطی که فرد میفته، من میبینم که حالت کامپالسیو اوبسسیو دیسوردر، یک دیسوردره که یه نوع دیسوردر براستی که در روان و تن ما فرو کردن در این هزاره. و خب در 40 سال گذشته که مغزشویی‌هایی که از طریق رسانه‌های ماهواره‌ای کثیفشون و بهایی ها و یهودی ها و سیدا و آدم خورا و تجاوزکارانی که هزار اندی ساله که ایران رو زیر سم ستوران خود گرفتند، به سم خودشون و هم ستورانشون یه چیزی ساخته از ما آریایی، یک پدیده عجیبی ساخته که به راستی زمانی که توی هایپ، توی گرم جریان قرار میگیریم، هر رو از به تشخیص نمیدیم، فراموش میکنیم و از همین استفاده کردن و ما رو از چاه به چاله و از چاه به چاله و از چاله به چاه انداختن در 1400 سال. وگرنه یک دفعه اگه حواسمون رو جمع بکنیم، خب کار دشمن تمومه، با آزادی نهایی میرسیم. بارها سالها پیش از ما میپرسیدن خب راه چاره چیست؟ ما هم تجاوزگران درون رو افشا میکنیم و هم اربابان برون نشونه که اونا رو کار آوردن امروز این حکومت اشغالگر آنوسی یهودی آخوندی آیت الله کثیف رو کار آوردن. خب بعد میگفته خب حالا چکار کنیم دیگه، حالا پس میشه چکار کرد؟ گفتیم خب تنها راهش اینه که تو شاهنامه بهت یاد دادن باید رستم بشی. مگه میشه رستم شد؟ فقط با رستم شدن چی گفت خودشو کشته پردیسی بزرگ، بیاموزه با رستم شدنی که میتونی نجات پیدا بکنی از چنگال اهریمن و خودت و خانوادت و شهرت و روستات و کشورت رو نجات بدی از این وحشت کثیف هزار اندی ساله. خب رستم شدنه. 300 سال پس از حمله جهودان عربستان پردیسی بزرگ این نظم رو، این اسطوره ها رو به نظم در آورد. رستم شدنه. خب دیگه حالا نمیخوایم بشیم نشیم همین که هست چیز کنیم دیگه، به قول معروف همین که
هستش دیگه. اجازه بدیم که اربابای کسانی که بر انقلاب 1979-1357 این فاحشگان رو سوار کردن، حالا بیان جمعی فاحشه دیگر بر شما سوار کنن یا بر ما سوار کنن. اگه دوست دارین ادامه بدید، هیچ مسئله. شما رستم به شو نیستید، در ذهن خودتون، در ذهن خودتون، نه در واقعیت. در واقعیت این امکان پذیره. ما و شما که یکی هستیم توانایی رستم شدن داریم و شدیم. خبر خوب براتون دارم. ما رستم شدیم، شما خبر ندارید. ما منظورم من در خارج کشور نیست، در داخل ایران، در درون ایران. کسانی که از مرزهای شما و کشور شما و خانواده شما امروز دارن محافظت میکنن با جون کندن، از صفر، در زمان ارتش کثیف مزدور محمد رضا که به خمینی تحویل داده شد به وسیله فردوست و قرباقی، یه بهایی جاسوس، و به صفر رسیدیم و بقیهش هم با اسلحه‌ای که به عراق دادن نابود کرد در آب و میلیون کشته دادیم شاید، و ایران مخروبه شد، دست کم بخش عمده زیادی از اون اینفراستراکچر نابود شد، زیربناها از بین رفت. هنوز ظاهرا دست پیدا نکرده. همون نیروی که بر ما سوار کردن، یعنی اون ارتش مزدور که به خمینی تحویل داده شد و سپاه پاسدارانی که به وسیله مزدوران و جاسوسان موساد و CIA درست شدن، همچون سازگارها، سازگارهایی که چیز درست کرد، سپاه پاسداران درست کرد، شما نمیشناسید، یعنی واقعا نمیدونید کیه. این که الان توی تلویزیون های سعودی اینترنشنال و میبودی و فاحشگان دیگر میاد تجزیه تحلیل میده، فرار کرد و از اون که معلوم شد این چه کسیه، قبل از اون که آویزونش کنیم در رفت. خب همونها شده چی؟ همونها شده نیرویی که پس از 40 سال استحاله، همونها فرنود سپاهه، نه اون کسانی که پایه‌گذارش بودن. نه میگم همون کسانی که اینها سوار کردن بر ما، یعنی اون ارتش مزدور، اون سپاه تا دندون وابسته و در رهبریش، نه در مردمانش، همونها استحاله پیدا کردن به یک نیروی ضد اجنبی مستقل دفاع از جان و مال و ناموس من و شما کردن. یعنی در طول دهه ها آنهایی که وابسته بودند که گریختند و یا به هر حال سقط شدن و یا تیر به مقعدشان فرو رفت یا تیک پاره شد یا تا زندان های ما دارن میپوسن، و کم کم آن وطن پرستا و میهن پرستا راستین، به ویژه در دهه اخیر، یعنی 30 سال وحشت، اون بشکه ها و اون کسافات، یادت رئیس پاسداران بودن، مثل اون چیز، مثل اسرائیلیه، مثل شارون، شارون و بشکه. آره موقع. و جالب اینجاست که اینا فکر میکنن، بعضی از همین فکر میکنن خامنه ای کسیه. خامنه ای یک کثافتی است که همون جناح جاسوس اسرائیل موساد رو کار گذاشت، یعنی جناح اسهال طلب رفسنجانی خاتمی، یعنی هم هاشمی رفسنجانی گذاشتش طرف اینو رو کار گذاشتن. برنگ یه آدمیه که از اخبار کثافت مافیای جودان آنوسی آخوند خبر نداشت، نمیدونه که اینا همه یهودیان آنوسی هست یا آخوند آشغال سیده، اونم از سید علکی ها. و میدونید که زنش هم فامیلی فرح دیباست. بله اینا همون مافیایی هم که منصوره جبارزاده، بله هم چیزی نام داره. بله زنش هم برای حد یک به قول معروف نادان یک زنک فاحشه یهودی میگذاشتن که اینو کنترل کنه. همیشه در تاریخ ایران اینطوری بوده. حالا گفتم نادان، یاد امیدانا افتادم که زنش به هر حال به نگر ما یکی از همون جاسوسای زرتشتی طلب زرتشتیگره، یعنی این
امید دانا نمیدونه که زرتشتیگری یعنی یهودیگری، واقعا نمیدونه. حالا میخواستم من یه نقد کوتاهی هم این موقع بهم گفتن شاید زیادی باشه، چون اون هفته اون دفعه پیش که آنایت گفت این برنامه رو نگاه کن رو من نگاه کردم و گفتم جنبه مثبت داره و این از برنامه امید دانا، از اون برنامه امید دانا گفتم جنبه مثبت داره چون داره میهن پرستی یاد میده. ولی خب یه دو تا برنامه دیگه نگاه میکنه میبینی یک واقعا آدم بی سوادیه که ادعاش خیلی زیاده، این باعث نابودیش خواهد شد. من دلم نمیخواد این نابود بشه، میخوام یه چیز یاد بگیره، پیشرفت بکنه. ضد چپه که شک نکنی یک کتاب از مارکس نخونده، یک مقاله نخونده، یک صفحه نخونده. مثلا چپایی که دیده اون چپولای احمقی بودن که توی اروپا منصور حکمتیستی ها تجزیه طلبای جهود اسرائیلی یهودی اسرائیلی اونایی که به اسم چپن یا نمیره باید مش ماویست یا استالینیست طرف بوده. این درکش اینقدر از چپ، یعنی انقدر هم در این حوزه بی سواد و اوپینیتد یعنی کم سوادی بعضی موقع واقعا باعث خطر زیاده میشه. مثلا از یک چهره ای که چگوارا دیگه جهانیه، هر آزادی خواهی میدونه که چگوارا چگونه جان برکف در سر تا سر جهان جان خودش رو جلوی خط به اصطلاح چیز گذاشت و جنایت جهانی است. دقیقاً این نادان بیچاره نماد آزادی خواهی تمام جهانی و این با ندانستن یک همچین به اصطلاح فرومایگی درست نیست که خیلی زشته. بسیار کارهای افکار عقب مونده و زشت داره، ناتوانی داره. ولی خطرش در اینی که خودشو خیلی مهم فرض میکنه، خیلی گنده فرض میکنه، برای اینکه یک روند سعودی داشت، رگ میهن پرستیش که من شک ندارم، ولی یک روند سعودی داشته از زیر فلان جای رضا دیبا تا رسیده به جایی که حالا فقط فهم میکنه بابای رضا دیبا کسی بوده. یعنی اینا برین لیمیتده، مغز محدوده. یه حد عجیبه که یه حد حدودی داره. کسی برای اینکه کسی که راه وراستی حرکت میفته مثل برق بالا میره. یعنی کسی اگه مغز خودشو محدود نکنه، اگه اپینیتد به اون اپینیون احمقانه خودش غره نشه، دیدم بیچاره چقدر هم از خودش تعریف میکنه، فهم میکنه دیگه الان دیگه چیز قول شکسته. و من به این دوست بگم به راستی بیچاره خواهی شد با این ایگوی منیت، به راستی خطرناکت و حیفه. برای اینکه استعدادکی داری، بیشتر از استعدادی داری که میتونی با یه مقدار کار درست، با یه مقدار مطالعه، با یه مقدار پژوهش، مینیمم درک بیسیک اقتصاد، بیسیک جامعه شناسی، روند جامعه طبقاتی از بردهداری به فئودالی سرمایه‌داری، با یه سری کارهای ساده مارکس بتونی یه درکی پیدا بکنی از اقتصاد، سیاست و با یه مقدار مطالعه تاریخی، یه مقدار از اون حالت زرتشتیگری چیپ واقعا در بیای و ببینی که فرهنگ ایران فرهنگ زرتشتیگری نیست. فرهنگ زرتشت ما آلت دست و دستاویزی ساختن جهودان برای مونوپول کردن فرهنگ باستان ایران. این خیلی مهمه، این نکته بسیار بسیار مهمی که باید روش تمرکز کنی. البته باید تمرکز کنی، برای اینکه ساختن یک پیغمبر جهودی از یک دانشمند 8500 ساله و آوردنش به 3000 سال پیش و تبدیلش کردن به یک پیغمبر جهودی کار بسیار خطرناک و کثیفی است. از محمد و علی و قلی و حسین و ابراهیم و موسی و فاحشگان دیگر خطرناکتره، چون اونا همشون مزخرفاتی بود از ذهن جهودان در اومد، و غیر از محمد که خودش یهودی بود اون واقعیت وجودی داشت، ولی عیسی و موسی و ابراهیم و نمیدونم
آشغال دیگری در تاریخ وجود نداشته، یعقوب و اسحاق و یعقوب و اسحاق و اینا رو داوود. بزرگترین دسیسه جهودان این بود که از یک پیغمبر ایرانی درست بکنن، برای اینکه خب چند تا شعر از گات ها مونده بود از زمان باستان به دست یهودی ها از بین نرفته بود، و همینو برداریم تبدیلش کنیم به پیغمبر. در صورتی که باید بریم یه مقدار اگه میخوای فرهنگیم باید بریم یشت ها رو بخونیم به زرتشتیگری که در ایران و مونوپوله شده به دست جهودان، که من فهم کنم همسر شما هم در همون ارتباط هست، با اون به دام و چاه آن افتادن بسیار بسیار خطرناکه. من حالا پیشنهادی برای ایشون دارم، برای که من این دوست رو در جهت ناسیونالیسم، میهن‌پرستی و مردم دوستی ایران میبینم. بله. دست کم از مقوله هایی که سررشته نداری، زمان پژوهشش نداشتی و سررشته نداری و زمان کافی نداری، هنوز زمان داری که بری پژوهش بکنی، هنوز جوانی دو بله. پسر جان دست، یعنی دست به اینها نزن، یعنی وارد نشو، که این برای خودت خوب نیست، آبروی خودتو نبر. و موقعی که درکی از مثلا سوسیالیست نداری، درکی از میهن پرستی ملی نداری، درکی از مبارزات دکتر فاطمی و که به مصدق آموخت که چگونه باید چیزای ملی خودمون رو، دست مواهب خودمون رو ملی بکنیم، از اونا سررشته ای نداری، از تاریخ سررشته نداری، همون چیزایی که من و تو رو مسخره میکنی بده، از همون جا میگیری اطلاعات تو، که اون چیزایی که مثلا آخر زمان شابش ادغام چیز میکردن، ارغام میکردن که بگو آه نفتمون رو میخوام ملی کنیم، نفتمون رو میخوام قیمتش رو گرون بکنیم، چشم آبیا فلان باید یاد بگیر، این مزخرفاتی که بهش یاد دادن چرا اون موقع پخشش نکردن؟ این بهایی های جاسوس الان دارن پخش میکنن، برای اینکه اون موقع میخواستن خمینی رو کلت سوار بکنن، الان روی کله انقلاب مردمی 1979 سوار بکنن، همه نفت. ولی الان میخوان آقا رضای تجزیه طلب رو کلت سوار کنن، که حالا دارن اون شعار رو دارن تبنه بگن، شعار رو که نمیتونه از نو زنده بکنن. اینا که میگه سیاست مرایی که از دو طرف دهنشون به هر حال حرف میزنن و چند جان اینا، به اندازه کافی در مقاطع مختلف از اینها گفتگوهای مختلف رو ضبط و ثبت کردن دارن. و دارن. و به موقعش هر کجا که بخوان بادش بدن اینا رو رو میکنن. بهرون من میگم از این از این 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 دوست زیاد قالب است. اون چیزی که من گفتم بله این ویدیوش خوبه، برای اینکه جنبه میان پرستانه داشت، به تحلیل درستی هم داشت از اینکه از مثلا نیروهای انتظامی و فلان اینها، اونم یه مقدار سطحی البته. درسته، من برخی از ویدیوهایشون رو در این دوره که اخیراً دوباره دیدم، برخی از اونها رو دنبال میکنم، برای اینکه میبینم از لحاظ به اصطلاح یک سری مطالب روز که این به اصطلاح مخشویی میکنن این ماهواره ها و شبکه های اجتماعی و مردم رو به چیز میاندازن، یه آلترناتیو ارائه میدن، یک آلترناتیو درستری رو از جنبه های به اصطلاح اتفاقات روز ارائه میده که خیلی کمک میکنه برای جوان ها. آره خب سورس هم داره، برای اینکه احتمال از داخل ایران بهش کمک میکنن، و من فکر نمیکنم که از داخل ایران جناح ارتجایی فاحشه جمهوری اسلامی بهش کمک میکنه، من فکر میکنم جناحهای مستقلتر و طرفدار میهنمون این یه بسیار اطلاعات رو بهش فید میکنم، و این مفیده برای ما به حال از زاویه این مالی یک کسه، یعنی هم میگم سخنم این هست و فرنودم این هست که روی همون اون فوکس کنن به جای اینکه دست ببرن به ریشه هایی که دنبالش نرفتن و نمیدونن و اصلا بلد نیستن که جریان چیه. دوست عزیز، برای اینکه زیاد خودتو خراب نکنی، مثل اون زمانی که دنبال فلان جای رضا پهلوی افتاده بودی، الانم امروز فکر نکن که همه چی رو یاد گرفتی، این گونه نیست. 50 سال دیگه تازه شاید متوجه بشی یه سری جریانات رو، اگر 50 سال مطالعه بکنی و پژوهش بکنی.
یه سری بیسیک ها رو متوجه خواهی شد. اینه که خودتو نابود نکن برای اینکه ما دلمون میسوزه. خب حالا از این مسئله بیام، داشتیم میگفتیم که بر روی رستم شدن باید. تنها راهه. رستم شدن یعنی چی دوستان؟ رستم شدن یعنی قوی بشید. ما در طول تاریخ زمانی که اجنبی به ما حمله میکرد، ما با نفوذ در ما موقعی که شکست میخوردیم، شمشیر از دستمون گرفته میشد و تجاوز به ما شروع میشد و جان و مال و زندگی و فرهنگ و ثروت و همه چیز ما از بین میرفت و باغهای ما فلان همه چی به وسیله جهودان آنوسی تیک اوور میشد و دیگه توانایی جنگ از ما گرفته شده بود، چون اسلحه از ما گرفته شده بود. ما سعی میکردیم به درون سیستمای اموی عباسی، کثافات سلجوق و صفوی و آدمخواران سلجوق نفوذ بکنیم، آدمخواران قاجار نفوذ بکنیم و از درون یک کارایی بکنیم، یک سری اصلاحات و یک سری فشارها رو بیاریم، مثلا کاری که امیر کبیر انجام داد که خب دیدی که گردنشو زدن، رگشو زدن، جهودانو زدن، یا فاطمی یا دکتر مصدق یا دکتر فاطمی که دیدیم چه بر سرشون آورده. خب پس از این راه که ما سعی کردیم نفوذ بکنیم و قدرتی در دستگاه دولتی پیدا بکنیم، در این سیستم رو به طرف اصلاح و به طرف رفاه، به طرف مردم کج بکنیم، همیشه با شکست روبرو شده، گرچه دستاوردهای بسیار بزرگی داشته همیشه، ولی کار نهایی دوستان، کار نهایی از طریق نفوذ در نیروهای مسلح انجام میگیره. هیچ راه دیگه نیست. شما به قول این آقای امیددانای میگه که شما براندازای احمق بهش میگه. یعنی واقعا به دنبال چه هستیم ما؟ به دنبال یه سری کثافاتی که مافیای نئولیبرال جهانی، یهودیان جهانی، آدمخوار دارن به شما تزریق میکنن از طریق ماهواره هاشون و شبکه های اجتماعیشون فید میشه و فورس داده میشه توی نیوز فیدتون و هر جا سر میچرخونین مغزشویی های کثیفی که در ذهن، یا نه میخواین ذهنتون رو سالم نگه دارید ببینید که ما چگونه مملکتمون باید از این وحشت هزار سال، هزار اندی ساله نجات بدیم. کدومو میخواد؟ واقعا همینجور ادای انقلابی بازی و اپوزیشن بازی و مسخره بازی و بیمسئولیتی و با فشن، با مد حرکت کردن، یا واقعا انسانی هستید که به انسانیت خودتون اهمیت میدید، ارج میگذارید به ایرانی بودن خودتون، از خود متنفر نیستید، از ایران متنفر نیستید، در سابکانشس، در ناخودآگاه خود مغشویی هایی که اجنبی کرده که ایرانی نمیتونه اسلحه خوب درست بکنه، ارتشو خوب درست بکنه، باید همیشه نوکر ما باشید، نوکر ما جودا باید باشید، شما هیچی نیستید، از ماست که بر ماست، هر چی که صافت هست از خود ایرانیانه، خاک چیز پرور، خائن پرور، باور کردین نه؟ خاک خائن پروره، فکر میکنید خب پس فایده نداره، اما اجنبی باید بیاد یک کثافت دیگر، یک تاپالت رو بر روتون بندازه، بر روی همه ما بندازه. این واقعا زشته، خاریه که شما به دنبال این جریانات به اصطلاح مغز شورا افتادیم. واقعا زشته که شما خود رو به اون درجه پایین بیارید. دست بر زانوی خود بگذارید و بلند بشید. خیلی ساده است. رستم شدن، آه مگه میشه رستم شد؟ رستم شدیم. به اون عکس نگاه کنید، به اون عکسی که الان گذاشتم من اونجا، اسمش از سوم خرداد، مثل S300 و S400 کونگونده چاق فت اگلی زشت سنگین روسی هم نیست، سر پاش وایساده. کجا رفت؟ 63,000 فوتی چی رو زد؟
چی رو زد؟ گلوبال هاک 250 میلیون دلاری که هیچ راداری در جهان نمیتونه ببینتش. رادار چینی نمیتونه ببین، رادار روسی نمیتونه، رادار هیچ جای نمیتونه ببینتش. پهباد امریکایی رو میگین دیگه. بله، گلوبال هاک. 63,000 فوت میدین یعنی چه؟ یعنی لبه استراتوسفر، لبه فضا، جایی که دیگه هوا نیست، تقریبا دیگه هوایی نیست، اونجایی که هوا کامل نیست و اونجایی که یه ذره هوا هست، اون لبه پرواز میکنه. مثلا قله اورست چقدره؟ چند هزار فوت؟ 10,000 فوت؟ 12,000 فوت؟ برین 4-5 دفعه بالاتر اون. شما رو قله اورست یه شهر رو بذارین با دوربین نمیتونین ببینینش، اونقدر بالاست. حالا 4-5 برابر برین بالاتر، یه جسم با سایز متوسط بزرگ داره حرکت میکنه، از یه نهنگ، نهنگ کوچیک. اونو هدف گیری بکنید، شناسایی بکنید، پیداش بکنید و موشک تیز کوچولوتون رو برسونید بهش، شکمشو پاره بکنید، بندازینش توی آبهای خلیج، دریای شاهراه شاخاب خلیج پارس. بعد از با تور مثل یک لاشه کثیف بگیرینش از آب. این شمایی، اینا بچه های شما، اینا برادرای شما که رفتن با اون جینیس خودشون، با اون هوشمندی خودشون از 5 سال پیش، از 10 سال پیش شروع کردن که دیگه به S-400 کثافت روسیه محتاج نباشیم، که نمیتونه، که نمیتونه گلوبال هاکو بزنه. طبق گفته خودشون روسیه گفت که چجوری این کاری کردی، خواهش میکنم به ما بگین. گفتیم غلط کردی، برو گم شو مرتی که احمق. همون که با زور بردیم تو سوریه کمک کنی و حالا کپیچولیت کردی جلوی اسرائیل و اجازه میدی که بیان سوریه رو و ارتش بزرگ ما رو اونجا که داره به مردم سوریه کمک میکنه بمباران بکنه، همون کافی ده. با زور آوردیم تو اونجا کمک کنی برای داعش، حالا شدی نوکر اسرائیل، برو گم شو. خب اینها یعنی رستم، این یعنی قدرت. رستم یعنی چی؟ رستم یعنی نیرو. ما باز به اون نیروی اجنبی وابسته این واقعا زشته. خب ما تا دیروز که نمیدونستیم چون این قدرتی داریم، رای جز مبارزه مسلحانه برای این رژیم کثیف نمیدیدیم. برین ویدیوهای من نگاه کنین، تا دیروز من رای جز مبارزه مسلحانه نمیدیدم. بله روزی مسلحانه با اینها روبرو خواهیم شد، در نتیجه بله اسلحاتون حفظ کنید. اون روز روزی که کمک کنید به نیروهای مسلح ما که ریشه آخونده رو بکنن. یکی از دوستان گفته بود چرا از خاتمی خامنه ای چیزی نمیگی؟ آخه خامنه ای گوه کیه؟ چه کثافتیه؟ همین کسی که از ترس به قول معروف اون جناح آدم خار جاسوس، چون خودش جاسوس نیستش و جزو مافیای جهانی آنوسی های آخوندهای آنوسی نبود، ولی خب آدم ضد ایرانی، آخوند ضد ایرانی، عرب تبار، به احتمال زیاد عرب تبار، هیچ به مرتیکه یک آخوندیه. از ترس اونهای دیگه به نیروهای نظامی ما پناه برده. فهم کنید چه کار است؟ نیروهای نظامی ما چون هنوز قدرت نابودی اون جمهوری اصالی کثیف ندارن، این مافیای کثیفی که 40 سال بر جامعه ما حکومته، فعلا توی آخوندا اون جناح نگه داشته، از جناح خامنه ای دفاع میکنه. یک پرسید از خامنه ای چیزی بگیم؟ خب خامنه ای آخه کسی که ما ازش چیزی بگیم ارزشی داره، اهمیتی داره؟ خامنه ای هیچی نیست. خامنه ای اگه مقدار زیادی هم از به سر سرمایه ایران رو کنترل بکنه، مال خودش که نه، ولی کنترل بکنه که به قدرت دست خانواده خودش باشه، بعد به اندازه 1 ثانیه جلوی نیروهای انتظامی ما قدرت وایسادن مقاومت نداره. He's a nobody. هیچکی نیست. غواص خودتون پرت نکنید این ور اون ور. از بس که این ماهواره ها و شبکه اجتماعی مخشویشون کرد. خامنه ای بده، خامنه ای بره،
خواهی هم خمینی دیگه دارن همین های دارن به خمینی یاد داده بودن انگلستان و فرانسه و اسرائیل و بگو شا بره خواهی هر روز هم نمینه خامنه ای بره کجا بره این که کسی نیست کجا بره زمانی که جنگ نهایی در گرفت زمانی که ما یکی یکی اینا رو که الان داریم میگیریم تو زندان میکنیم یعنی نیروهای نیروی انتظامی ما نیروهای میهن پرست ما اخلاصگرا و اینها رو این آدم خورا رو یکی یکی میگیرن برن میکنن زندان و مثلا یک قاتلی به اسم رئیسی رو کار گذاشتن که بگیره این آدم خورای دیگه رو یعنی یه افی رو برداری بذاری مارا رو بخوره معنیش نیست که رئیسیه یا خامنه ایه وقت میشه طرفداری آخه چجوری میتونی فکر بکنی که ما بگیم مثلا خامنه ای خوبه یا رئیسی خوبه آخه من نمیدونم چجوری میتونی اینجوری فکر بکنی یعنی میان سوال پرسش هایی میکنن که آقا چی شد حالا چرا یه دفعه خطتون عوض شد کجا عوض شد نگاه کنید برید از اول نگاه کنید ما چی گفتیم الان 15 ساله همیشه هم همین تنها راه آلترناتیو و مبارزه مسلحانه گفتیم از همون اول دفاع مسلحانه گفتیم نیروهای مستقل در درون سازمانهای چپ و ملی و میهن پرست هسته های خودشون تشکیل بدن مسلح باشن آماده جنگ نهایی باشن 5 سال دیگه 10 سال دیگه 20 سال دیگه 30 سال دیگه 40 سال دیگه باید جنگ کنن الان نیروهای انتظامی دارن همین کار رو در مرحله اولیه انجام میدن نیروهای انتظامی کار ما رو ساده کردن چرا ما میخوایم که میهنمون تکه تکه بشه کشتار مردم انجام بگیره که جمهوری اسحالی بره جمهوری اسحالی میره فکر میکنین اسمش عوض میشه میشه جمهوری بهایی بهایی مخفی یعنی میشه جمهوری دموکراتی به جودانسی میشه بهایی مخفی بهایی مخفی یه تیکش میشه مال مجاهدین فاحشه یه اسرائیل که ما خوزستانه ایرانستانی هم درست میشه تهران و اصفهان میدن با آقا رضا آقا رضای تجدید طلب کردستان و البته اصفهان هم جدا میشه اون آنوسیه جود خیلی قدیمی داره اصفهان میگه منم میخوام جدا شم دیگه بابا همه جدا شدی دیگه منم جدا شم یارو پدر آرشام ابراهیمی آرشام ابراهیمی چه صافت جود حالا ما والا نمیدونیم حالا من همینجور که داشت میگفت این حرف میزد که این آرشام هم واسه ما چیز شده این آرشام ما کشته شد و حالا میگم بیا اینقدر میلیون بهت میدیم حالا بیا بگو که نمیخوام حالا من بیشتر از این خرج کردم برای این بچه چی چی رو اینقدر میلیون میدیم من واقعا دو تا چهار تا میکنن اینا اینا اپوزیشنی که تیر تو کلش خورده یا حال یا به وسیله خودشون از پشت که به اصطلاح اینا به اصطلاح چیز سازی بکنن یا اون یارو پشت سازی بیشتر پشت سازی بکنن و فلان اینها شما به راستی اینقدر ساده پندارید هم میهنان هنوز بعد 40 سال که دوران اطلاعات دوران اینترنته هنوز شما نمیدونید سایکولوژیکال وارفر چیه تایپ کنید توی اینترنت بزنید سایکولوژیکال وارفر این جنگ نظامی روانی چیه جنگ نظامی روانی روتون کردن همینجا هر دنبال هر چی که تو کلتونه تو کلتون میچپونن میرین آخه زشته از شما آریایی ها شما از نژاده آریایی هستید شما کسانی هستید که برادرای شما الان این سامانه ای که جلو روتونه ساخته سامانه سوم خرداد که بعدش هم یه سامانه قوی تری بروز شده شو به اسم بی باور 373 بله به 373 ساختن که از این قوی تره بسیاری از این فرماندهان میدونی که نیروهای مسلح ما ایران در واقع در سه بخش هستن یکی به هر حال ارتش ایرانه یکی سپاه پاسدارانه یکی هم نیروهای انتظامی که مثلا همون شهربانی و ژاندارمری نمیشه خود ارتش هم با زیر مجموعه های زمینی هوایی دریایی و پدافند هوایی و اینها داره به اضافه اینکه سپاه پاسداران خودش از 5 بخش 5-6 بخش تشکیل میشه اونم زمینی هوایی
دریایی سپاه قدس یکم مطالعه بکنید و دوستان، اینها رو یکم داره و خودتون اینها مطالعه بکنید. خیلی جالب. من از بس که چند تا از برنامه فرماندهان اینا که میمدن سخن میگفتن و دیدم، دم واقعا چه میهن پرستایی هستن، چه با جون دل اینها. از زمان مثلا اکثر اینهایی که به سرلشکری رسیدن از زمان جنگ ایران و عراق، اون جنگ 8 ساله که اون همه احجاب و این همه کشورها به صلاح کمک رسانی میکردن صد و اندی عراق. کشور داشتن با ما، صد و اندی کشور به علیه ایران داشتن میجنگ. فکر کنین عراق بود دقیقا. اینا اونا رو شکست دادن. دقیقا. اینا همونایی هن که اینا که الان رو کار اومدن، همونایی هن که نذاشتن به خوار مادر دقیقا. برادر ما تا الان تجاوز بشه یا داعش بیاد الان تو خونه شما بشینه، مثل زمان ورود عرب، یهودیای عرب 1400 سال پیش که در هر خونه یه عرب به تجاوز به من شما مشغول بود. یعنی شما دوست داشتی اینا، اونایی که نذاشتن دقیقاً واقعا شما تجاوز میکنم. بشید واقعا پیشنهاد میکنم به دوستان به جای اینکه بشینن شب تا صبح روی این شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینها چیزهای دروغ پراکنی‌های اینها رو گوش بدن، یا سعودی اینترنشنال و بی بی سی و صدای آمریکا، اینها برین این سخنان سرداران بزرگ، این سردار خیلی هم افتاده فروتن بابا تو یوتیوب ناسیونالیست، تو یوتیوب دیگه خجالت آوره، وارد خجالت آوره. من چندین و چند سخنرانی اینها رو قشنگ مگه نمیگم شما برین کتاب های عمیق و غلیظ و شعورتون بالا، ما میگیم این یوتیوب آشغال رو نگاه کنید. اینا رو که گوش کنید میبینی که واقعا این سرلشکر ها، البته 13 تا سرلشکر هم در ایران بیشتر وجود نداره، ما حتی به سپهبدی و سپهبد و ارتشبد هم هنوز نرسیدن، ولی اینها ببینید چه مراحل رو طی کردن، همینان چه جنگ هایی رو کردن، گزیده بله پژوهش گزیده نگاه کنید، نه که هرچی توی صورتتون چپوندن بگید دهنتون باز کنید بره توش، این کار زشتیه، کار زشتیه. خودتون برین به دنبال اون چیزی که به دنبالش هستید. دقیقا. اگر راه آلترنتیو برون رفت رو میخواید برید پیداش بکنید، همینجور مثل ناتوانهای بدبخت. من واقعا پوزش میخوام از همینان بسیار بسیار و کار و واقعا پوزش میخوام و چون این از مهر به شماست. دقیقا. این از مهریه که ما به شما داریم، شما مثل برادرای کوچیک من هستید. من این سخنم این بود که این سخنان این سرلشکرها، سرتیپ‌ها، سرداران رو گوش کنید، می‌بینید که با چه جان برکفی اینها کشور ما رو به یعنی یک پارچگی کشور ما رو نگه داشتن و پدافند میکنن و به چه درجات بالایی رسیدن و انقدر اینها فروتن، انقدر بزرگوار هستن. خب البته یه مقدار بعضی هاشون اسلامی هم میکنن، اسلامی میزنن برای اینکه الان فشن اسلامی، اگه بگن اسلامی نیستیم الان که قدرتی ندارن، همون خامنه ای از کار مینداستشون. برای اینکه این ببین چگونه تونسته خودش رو تو این جامعه کثیف نگه داره و این رنگ ها رو در میون این همه جاسوسا و فاحشه های حاکم بر ارتش و سپاه طی بکنه، بیاد برسه به رهبری و تونسته که امروز چون این سیستم مدیریتی را بندازه که ما چون این سیستم دفاعی و حمله رو داریم. شما فکر میکنید که تا دیروز که گوه خورای اسرائیل به نام آمریکا، فرانسه، زهرمار، ناتو میگفت گزینه نظامی روی میز ماست، دیگه این گزینه رفته زیر پایه میز، این گزینه مدفور و مجبور شده بخوره و این گزینه رو دیگه نداره، 6 ماه دیگه از این گزینش حرف نمیزنه، فهم کن به خاطر چیه؟ برید مطالعه بکنید. برای اینکه پنتاگون بهشون گفت آقا ما با وارد ایران با جنگ بشیم زپرتمون قمصور است، کارمون تمومه، تمام کشتیامون تو منطقه میزنن، تواناییشو دارن، تمام پایگاه های نظامی ما رو در منطقه، در عراق، در افغانستان، در امارات خواهند زد، تمام پایگاه های نظامی ما از بیخاره و ما نیروی دفاعی ما نخواهیم تونست به اندازه کافی ارتشی اونجا بفرستیم که بتونیم ایران رو کاملا با خاک یکسان کنیم. یعنی اگر میتونستن با نابود کردن کامل ایران پیروز بشن میکردن،
حواستون جمع کنین. دنیای سگ سگ خوره، سگ داره سگو میخوره، داگ ایت داگ به قول اینا، روی زوره. همونجوری که در زمان رستم روی زور بوده، همونجوری که دیروز روی زور بوده و فردا روی زور خواهد بود، همینجوری که هزاران سال روی زوره، ما در مقابل زور با زور ایستادیم. هر وقت با زور ایستادیم پیروز شدیم، نه با نوکری و تو سری خوری و دنبال کون اجنبی را افتادن. فقط زمانی که زورتون رو بالا بردید، زورتون رو بالا ببرید، خودتون میخوای مسلح بشی مسلح شید رو برای روز جنگ نهایی. این خشم برجاوند شما بسیار جای ستایش داره. من خشم دارم و مهر فراوان دارم. من این خشم من از مهریه که به ایران، مردم ایران، این بچه های خوب، این فرهنگی که نه ایران بلکه روزی جهان رو نجات خواهد داد، و ما اجازه نخواهیم داد تا اونجایی که توانشو داریم. ما می بچه رستمی هستیم بله، در اجازه نخواهیم داد که اجنبی یک بار دیگر بر خار و مادر و برادر و پدر ما سوار شه. اجازه نخواهیم داد این دفعه. بله، در مورد این نیروهای انتظامی و لشکر و فرماندهان خودم میگفتم. بله بله، شما دوست دارید برگردیم. بله بله، من خیلی سخنان اینا رو گوشمن و بسیار و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. مثلا به سخنان سردار حاجی زاده گوش بفرمایید. چه اسم زشتی، ولی ولی چه انسان والایی، چه انسان والایی. و به صدا سلامی سپاه، به صدا فرمانده کل سپاه پاسداران یا هر کدوم از خود اصلا سرلشکر قاسم سلیمانی یا کیومرث حیدری، سرتیپ کیومرث حیدری که مال زمینی ارتشه، اینها همه سخنانشون خود گوش کنید. بله، فرمانده کل ارتش موسوی، سرلشکر موسوی، اینها واقعا چه انسان های، همه تک تک اینا رو گوش بکنید. میگفتن که بچه هایی که به صلاح خیلی از این نمیدونم بمب ها و سیستم های مختلف که درست کردن، از صفر تا صد به قول معروف، یعنی از طرح جریان تا ساخت و پردایش و به صلاح تولیدش، اینها همه به وسیله به جوانان زیر 25 سال، یعنی 22 سال، 23 سال، 24 سال. خب چه منیجمنت میهن پرستانه میخواد که این بچه ها رو برداره توی سیستم بذاره. بچه ها میبینی که اینایی که سیستم های سایبر دفاع، سایبر سپیس و سایبر کامپیوتر و سیستم های سایبر، میبینی که واقعا در جهان بی همتان در جهان. من دارم میگم در جای زندگی میکنم که سالی 2 تریلیون دلار داره پول نظامی چیز میکنه، 2 تریلیون دلار، 2 تریلیون دلار که ظاهرش هست 700 میلیارد دلار یا 800 میلیارد دلار و بقیهش رو به صورت مخفی خرج میکنن و میدن به کمپانی های آدمخور یهودیان اسلحه سازی در آمریکا. این پول تکس پیر آمریکایی. و این سیستم هایی که اینا، سیستم های دفاعی که اینا ساختن، گنبد آهنی روی اسرائیل و روی عربستان سعودی، دیدید که به چه سادگی ما با جنگ الکترونیکی تونستیم اینا رو شکست بدیم. به چه سادگی ما تونستیم که این سیستم ضد دفاعی پیتریوت یعنی چی؟ یعنی میهن پرست، پدرگرا، پدر خود را مواظبیم. خب کثافت زدیم به پیتریتشون. خب اینا غرور برای شما باید ایجاد کنه دوستان، نه اینکه چون زمانی که آخونده حاکمان بر جان و مال و ناموس ما، ما اینایی که دارن برای ما می جنگن اینا رو هم جزو آخونده بدونیم. خب میخوان یعنی چی؟ یعنی چی فکر؟ چه نوع تفکره؟ یعنی مغز انسان نداره که بتونه، قوه تشخیص نداره که سره رو از ناسره تشخیص رو. یه آدم نمیفهمی که مثلا سیب با مدفوع یکی نیست، مثلا اینا دو چیز متفاوتن. حالا یه تیکش رو انداختن اونجا، یه تیکم انداختن اونجا، تو یک کشور قرار گرفتن.
نمیدونم چجوری مثال بزنم، من نمیفهم چجوری فکر کار میکنه، این فکر چگونه کار میکنه که نمیتونه بفهمه که واقعا سود ما در کجاست، رهایی ما در کجاست، آلترناتیوی که ما برای رهایی به طور جدی و مسئولانه فکر کنه که چگونه ما از این بنبست برون رفت خواهیم کرد، با چه پردازش، چه قیمتی ما میتونیم با آزادی برسیم، به استقلال برسیم. الان ببین این واقعی که اینها با 300 نفر کشته دارن در سر تا سر جهان را میندازن، اگه یک چه میدونم چند تا داعشی در اون زمان میتونستن وارد خاک ایران بشن و ضربه بزنن که هزاران هزار صدها هزار نفر رو میکشتن، یه همچین واقعی را نمیدختن. نه حالا که ما تو داعش تو سوریه و عراق شکست دادیم، اینا میگن ایران دخالت میکند در کشورهای منطقه، آخه ما در فلان شده. حالا برگردم، اونا دعوت کردن ما رو که بیان ما رو از تجاوز نجات بدیم، چه کردش، چه عراقیش، چه سوریهیش، بیا ما رو از این تجاوز این فاحشگان جهانی نجات بدید. و ما گفتیم باشه همینا، باشه همسایگان گرامی. باز برمیگردم، برای اینکه نمی کردیم الان تو کشور ما بودن. دقیقا، باز هم برمیگردم سر همین جریان نیروهای نظامی خودمون. بدونید که اینها آگاه هستن، با این نشستن گوشت فرادادن به اینها خیلی کمک میکنه که یکم آگاهیتون رو بالا ببرید. بدونید که این نیروها که اینها سرلشکران و فرماندهانشون هستن که با ما سخن میگن، و اینها در رده های از لحاظ فرهنگی هم این سیستم نظامی خودشون از رده های پایین تربیت، همین گونه تربیت میکنن، چون با هر کدوم در هر رده ای که روبرو میشه میبینی همون فرهنگو دارن. این نیروها آگاه هستن که در ایران چه میگذرد. اولا که همشون به اتفاق نظر وقتی که جدا جدا هم گوش میکنیم میگن که کوچکترین نگرانی از لحاظ به اصطلاح نفوذ نیروهای خارجی در منطقه، از کشورهای خارجی در به اصطلاح حمله و تهاجم آنها نباشیم. ما نه تنها 100%، بلکه 1000% چیز هستیم، به اصطلاح کنترل همه چی رو زیر نظر داریم. البته اینو ببین، این به منظور نیست که اینها نمیتونن مردم ایران رو قتل عام بکنن، از هوا، زیر بناهای اقتصادی ما رو بزنن، برای اینکه ما دفاع میکنیم و اونها صدها و هزارها موشک و بمب سوی ما خواهند فرستاد و ما هم صدها و هزارها به سوشون خواهد فرستیم. یعنی جنگی خواهد بود که هم ما لطمه خواهیم دید و جنگی که در سطح جنگ جهانی، هم ما لطمه خواهیم دید و هم این فاحشگان جهانی، ولی از لحاظ این که درسی خواهند آموخت. ولی ما لطمه خواهیم دید، ما اونو نمیخوایم، ما چنین لطمه ای رو نمیخوایم به ایران. بکنین تو گوشتون هم میهنان، ما حاضر نیستیم کشورمون رو بفروشیم با اینا به اصطلاح چیزی میفتیم جنگی راه بندازیم، چه از نوع داخلیش که با نفوذ جاسوسانشون باشه که بعد از اون که اینها بلبشو رو راه انداختن، اون وقت اون موقع به ما حمله خواهند کرد. اون زمانی که به ما حمله خواهند کرد، زمانی که سیستم های دفاعی ما فلج بشه، با چی؟ با فاحشگانی که در ایران پرورده اند، اجنبی ها، با جاسوسانشون، با همون کاری که کودتایی که میخواستن چند هفته پیش بکنن و میخوان در پنج دی در پس فردا انجام بدن یا در سال آینده در زمان انتخابات انجام بدن یا 10 سال دیگه، اینها از دست ما، از سر ما دست بر نخواهند داشت. اینا تو توراتشون نوشته ایران باید نابود بشه. برید بخونید تورات و تلموز و بفهمید برنامه چیه، که الان اون اتاقهای فکری این فاحشگان، امریکن انترپرایز اینستیتیوت، هوور اینستیتیوت، هادسون اینستیتیوت، اندامنت فور دموکراسی، اون کثافات مثل مردک چیز قلابی، انقلاب رنگی قلابی، مایکل لدین و جورج سروس و تجزیه طلب لدین، مایکل چیز لویز و چیز زهرمان، اینها برنامه هایی ریختن که اگر این هم سقط بشن بمیرن،
بچه های کثیف فاحششون این راه رو ادامه خواهند داد، چون اینا نوکران همونایی هستند که گفتن شما راه تورات رو باید پیش ببرید. این 20,000 نفری که نشستن اونجا به اسم اتاق فکری دارن برنامه 50 سال آینده رو میبندن، در هر اتاق فکری 20,000 نفر، 10,000 نفر، 500 نفر دارن این برنامه ریزی ها رو برای شما میکنند، برای منطقه، برای جهان، برای منابع جهان، برای کشورهای جهان. اینا دستوراتشون از همون یارویی که تورات الاغ و آشغالی که تورات و تلموز نوشته میگیرن، چون پولشون و صاحباشونن، صاحباشون اونا هستن. اینا رو اگه نمیدونید اول برید تورات بخونید ببینید چی نوشته، تلموز بخونید ببینید چی نوشته، بعد ببینید که آیا پالیسی های امروز اینا بر اساس همون مرض روانی این کثافات مریض روانی هست یا نه. خب اگر نه کسی به قول معروف اگه مرض نداشت میتونست جهان رو به این وحشت بیاندازه؟ میتونست بهشت برین رو نمیدونم پردیس بر روی زمین رو تبدیل به این جهنم دره‌ای که کره زمین شده و در لبه های نابودی قرار گرفته بندازه؟ اگه کسی مرض روانی نداشت، به قول قدیمی هم مرض داشت که این کارو بکنه؟ بله مرض داشت. ببینید به چه بر سر زمین اومده، چه بر سر بشر اومده، چه بر سر تاریخ اومده، چه بر سر هر چیزی که روی زمین هست اومده، چه بر سر جامعه انسانی اومده. ببینید چی اومده. یه مقدار بیدار شید. این جهنم دره‌ای که درست شده بر اساس قوانین چند هزار ساله‌ای که نوشتن براتون و برامون درست شده، بر اون اساس درست شده، یک پلان پشتشه، یک سیستم پشتشه. اون سیستم رو کشف کنید، مطالعه بکنید، حداقل برخی از برنامه های ما رو نگاه کنید در گذشته. ولی اینو خواستم بگم که این خشم من از مهر به همه هممیهنان و بسیاری بزرگان و فریختگان که اصلا من تو یوتیوب یا این بر اون بر اینها رو میبینم و دوستانی که بسیار فریخته و بزرگوارن اصلا مد نظر نیست. ما داریم از اون خشمی که از اون کلیتی رو که میبینیم که برقرار در سطح این چیزای ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی و اینا که دیم واقعا مثل الاغ، مثل موش، مثل رت، مثل سوسک به دنبال اینها راه افتادن، مثل بدبخت‌های ناتوان تو سری خور همون جبلات آشغال اینها رو مثل میمون تکرار میکنن، مثل توتی های بدبخت تو سری خود. این تهوع برانگیز در ما و این بود که خشم من رو چیزشو بگرم و از همه همیهنانی که دارن گوش میکنن برنامه واقعا پوزش میتونم از اینکه اینا رو من میبینم و خشمگین میشم، ولی خشم من بیرون که اومد چیزی در دل من باقی نمیمونه. و اینکه آلترناتیو چیست؟ آلترناتیو همونی که بارها گفتیم، امروز لیبرالیسم آدم خوره جودان جهانی به پایان رسیده، دورانش به بن‌بست رسیدن. همین آمریکا که اقتصادش میرفت تا نابود بشه همین 6 ماه پیش یا 8 ماه پیش کار تموم بود. وحشتی وحشتناکتر از 2008 یا 1928 اتفاق داشت می افتاد. اینا شروع کردن با چاپ ماهیانه 500 بیلیون دلار چاپ دروغین، چاپ اسکناس بی بنیاد اینها رو و چندین تریلیون امسال چاپ کردن و دادن به بانکاشون، یعنی به یهودیایی که گفتن دستور دادن به حکومتشون چاپ کنید که به 0%، یعنی با سود 0%، یعنی پول مجانی چاپ میکنم میدم بینا، بعد میگم با این پول هر چی خواستی بخرید، هر کار بکنید، حتی استاک خودتون رو، مارکت خودتون رو، کمپانی خودتون رو بازخرید کنید که قیمتش بشه 10 برابر. یه چیز آشغال مثلا کمپانی آشغال رو ورشکسته پول بهش داده میشه. همون کارهایی که الان توی این نئولیبرال های کثیف فاحشه به اصطلاح پست جاسوسی که الان حاکمن بر به اسم دولت، به اسم اصلاح طلب، به اسم نمیدونم مؤتلفه بازار، یهودی های بازار، به اسم مؤتلفه آدم خورای به رهبری مثلا اون تازه مسلمان های عسکرولادی های آدم خوره کثیف
نمیدونم جناح اصولگرای کره خره آشغال خامنه ای، اینها دارن خب ایران رو به خرابی خرابه میکنن. برای میگم خرابه، برای خامنه، جناح خامنه ای چون زیر نفوذ و به اصطلاح تحت کنترل نیروهای نظامیه و تنها اتکاش به اوناست، بگن در از چند ثانیه آدم خورای به اصطلاح اسهال طلب و رانتخار و جهودای نفوذ اینا میخوردن، خامنه ای و جناحش رو تیک پاره میکردن میخوردن و از دف از حزم چهارم هم میگذرون درسته، از چهارم دفش میکردن تو مسترا. تنها چیزی که تونسته خودش رو زیر چتر سپاه قرار داده و هر چی که اونها به نفع ایران میخوان ازش کم و بیش اجرا میکنه. خب برون رفت این خواهد بود که این بحرانی که بر سرمایه های جهانی و سرمایه‌داری جهانی که به مرحله آخرش رسیده، به دوران مونوپولی و نولیبرالیسم به سرا نابود شونده خودش رسیده و تنها با پول چاپ دروغین میتونه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه ماکسیموم سر کار بمونه، همین اتفاق هم بر نئولیبرالیسم جامعه ما که نوکرای اینها باشن، نوکرای دست دوم اینها باشن، اونها هم در بنبست اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی از هر نظر اونها هم در بنبستن. آدمخواران جهانی در بنبستن، آدمخواران داخل ایران، نفوذی در ایران در بنبستن. شما امروز زمان شادی و آزادگیتونه، شما امروز آلترناتیو رو باید چشتون یه ذره باز کنید ببینید. شما امروز تمام نیروتون رو باید در جهت پرهیزکاری از میهنتون و نیروهای نظامی که داره میهنتون رو به طور واقعی نگه میداره، به طور تکنیکال، به قول معروف ملموس، قابل لمس، یعنی چیزی که خیالاتی تو ذهن و افکار مریضگونه بخارات معده نیست که در ذهنها چپوندن در این 40 سال و در این سالها، چیزی که باید میتونین نگاه کنین، لمسش کنین، ببینینش و ببینین که کجا بودیم دیروز که گوزینه نظامی روی میزشون بود برای ما این فاحشگان جهانی، به امروز که دماشون رو کولشون گذاشتن و مثل جسافات تو سری خور اون کشتی ابراهیم لینکلنشون رو که 60 تا نمیدونم هواپیمای آخرین مدل F-35 رادار گریز روش و 6000 من یه موقع گفته بودم 60000 6000 خدمه داره و فلان، اینا مثل یک موش تو سری خور از خلیج فارس فرار کنه. اول که جرأت نکرده بود بیاد، بعد که چند وقت پیش جرأت کردی اومد یه نگاه یه چیزی کرد با اجازه ورد و درست 3 روز بعدش هم دمشو بست و از شاخاب پارس دمشو گذاشت رو کولش رفت توی دریای عرب، اون چیزی که گوگل میگه دریای عرب، همون چیزی که اقیانوس هند هست میگن دریای عرب. دریادار تنگسیری به اصطلاح فرمانده نیروی دریایی سپاه داشتم به سخنانش گوش میکردم، خیلی بامزه. یک دو نفر دیگه هم میگفتن، سرلشکر حاجی زاده میگفت، میگفتن که بچه های بسان دریا بانمون کاری کردن که اگه کشتی مثلا خارجی آمریکایی هر که میخواد از شاخاب پارس رد بشه، از دریا پارس مجبورش میکنن که با پارسی باشون سخن بگه. نه اصلا گفتن با پارسی باید داشته باشه که با پارسی فقط باشون باشون کنه، یعنی دقیقا میگن اینجا منطقه، اینجا خانه ماست، میخواییم بیاین پارسی و از سخن بگیم. همین الان از میهن خودتون پرهیزکاری کنید. بله. اجازه ندید خام نباشید، اجازه ندید که اینها برنامه‌ای براتون بریزن که این پیروزی ما رو تبدیل به شکست بکنن، چون شما میتونید این پیروزی رو تبدیل به شکست بکنید، زیرا که شما اکثریتید و نیروهای نظامی اقلیتن. شما مردم ایران، شما جوانان ایران، شما در اکثریتی،
شما باید تمامی نیروتون رو بذارین که این نیرو پیروز بشه، در این حال که استقلال خودتون رو از دست نمیدید. گفتم اگه شما اطمینان ندارید که فردا این نیروی میهن پرست نظامی تبدیل بشه مثلا به یه نیروی سرکوبگر، چیزای نظامی خودتون رو نگه دارید، گروه های نظامی خودتون رو تشکیل بدید، تنها آلترناتیو اینه. ولی امروز اجازه ندید که اجنبی بیاد و با خالی کردن پشت نیروهای نظامی به وسیله به دست شماها شکست ما رو انجام بدن. به دست شما شکست ما رو انجام خواهند داد. اینها با دست ما میخوان ما رو به شکست بیانجامن. برنامه شون اینه. دقیقاً همین برنامه که میبینید در پس فردا دارن پویا وقتیاری میکنن. این اصلا مادرش به نظر نمیاد که اصلا فرزندی از دست داده. من دارم هرچی فوتج ازش نگاه میکنم از من قبراختره، از این که اصلا انگار اتفاق نیافتاده. یهودی احساسی نداره به بچهش. یهودی میگه این بچه خوش شد، خوب شد، الان من میتونم سوء استفاده بکنم، من الان میتونم برای اربابای اجنبیم کار بکنم، برای قومم که تنفر داره از ایران و به قول معروف اون حسد و کینه و رشگیره که قرنها و هزارها در وجودشه پیاده میکنه، مثل اون پدر اون آرشامه. چی میخواد بده؟ آقا من بیشتر خرجش کرد به نه بحث مذاره میخوام ترکی نمیگفت اسپانی با. آقا من بیشتر خرج این بچه کردم. حالا این ببینید پروژه ها چجوری، من حالا 100% یعنی تمام شواهد نشون میده که مثلا خب پویا بختیاری و خانوادش اینها وابسته و اسرائیلی اینا هستن. و اینکه اصلا اسمشون هم بختیاری، یعنی میهن پرستترین مردم ایران. آره. بعدش هم شما یاد باشه هر سناریویی که اینها میخواستن درست کنن، هر کی که میخواستن خارج از کشور کنن، از فخرآور بگیر تا نمیدونم گنجی بگیر تا هر کی بگیر، اینا یه سناریوی یا توی تخت بیمارستان مثلا زندان لاغر شده بودن به چیز رفته و پستی روزه گرفته بودن، یا اینکه گریه میکردن. و این پسرک پویا بختیاری حالا خیلی هم مثلا خیلی هم شنگول و فلان، اینا من هی من مرتب چیز فوتج درست میکرده، من الان تو تظاهراتم کفشم رفت در راه انقلاب، آی مردم کفش من رفت، شما هم بیان. یعنی یه جوری خیلی شعاف بی خودیه. اگه دیدین کسی شعاف و به زور میکنشون تو کل، تو چشای شما، تو دهن شما، تو مغز شما، بدونین که یه فاحشه است، داره یه کثافتی رو میخواد به خورد ما بده. یه پروژه بچه‌ها کم دوربر نبودیم دیدیم چجوری گوه آور ننگاور رو آوردن جاسوس موساد رو. سریع با یارو زنی که بیریخت اردک این مسیح علی نجاز، سریع با اینا چیز میشن پیوند میخورن، یا با اینا مصاحبه میشه، از طریق مسیح علی نجاد میاد بیرون این جریانات. یعنی آقا اگر واقعا... میگن که دیگه واقعا امریکایی با این فراموش نکنید چی میگفتی، با هم شعور و سطح فرهنگی در همین حدی که داره، میگن آقا جون اگه مثل اردک را میره، اگه دومش بیشتکو میخوره، اگه بال داره، اگه وق وق میکنه مثل اردک و مثل اردک را میره، مثل اردک صدا میده، به احتمال زیاد یه اردکه. عمه حضرت سلیمون نیست، یه اردکه. آقا اگر میبینید که اینجوریه این یک فاشه جاسوس است. اگر میبینید تو کله شما فروش کردن، این کسیه که سیستم پشتشه. نه هزاران سالی که در این 40 سال تجاوز شدن و تیکه پاره شدن تو زندانهای جمهوری اسحالی و زمان ممرزا، آقا ممرزا، اینها رو شما اسمشون هم هنوز نمیدونید. دقیقا ببین عجیبه ها، نمیفهمن که اگه کسی رو مشهور کردن اینه یک مافیاست. واقعا نمیفهمن، من تعجب میکنم. ببین الان این چند تظاهراتی که در چند سال اخیر شده، هیچ وقت به این منن من غریبی که امروزه در اومده در نیومده. الان ببین از هر وسیله‌ای برای تهیج کردن مردم، به شورش رسوندن مردم اینا استفاده کنم. من امروز یا دیروز بود داشتم میدیدم که از این زنی که خواننده گوگوش، از اینم دست بردارستن که
گوگو شروع کردن کنسرتشو، بعد نمیدونم اینو مجبورش کردن تو کنسرتش بگه یک بزرگواری قرار بود در این کنسرت شرکت کنه، ولی به خاطر داغدارهایی که خانواده های داغداری که در ایران هست از این سرباز زده و اینا، این بزرگوار کسی نیست جز شهبانو پهلوی. وای دیگه مردم گری، مردم داغ دیده کنسرت رفته گریه زارین، داغ دیده کنسرت رفته. واقعا بعد جوکه واقعا مسئله به حد جوک رسیده، دقیقا به حد جوک. من اینا رو از کجا میشنوی و فوتجاش کجا میاد بیرون؟ از پیام اسرائیل، از صدای پیام اسرائیل که در کانال آریایی، در کانال ایران آریایی، یعنی ایران جهودی. من بخوام شما بخوانید ایران یهودی. بعدش وقت همین این پیام چیز اسرائیل میگه که بر اساس چیزهای آگاه، منابع آگاه، رویترز به دست که به دست رویترز رسیده، 1500 نفر مثلا کشته شدن در جریان تأخیر. بله رویتر. رویتر میدونی که رویتر خیلی مهمه. آقا میگه مگه ما رویتر دروغ نمیگه؟ آقا جون برو رویتر رو زمان انفجار اطلاعات، من دیگه کاملا اصفهانی دارم میشم، برو رویتر رو سرچ کن. واقعا تو ناتوان نیستی. میتونی حتما نگاه. از هم مردخایاست دیگه، رویتر یهودی، سازمان خبرگزاری یهودی هستش که در زمان ویلیام ناکس دارسی که در زمان نفت بریتیش پترولیوم موقعی که اومد ایران رو تصاحب کرد، اون فاحشگان اومدن از نظر به اصطلاح کار فرهنگی، یعنی ضد فرهنگی، یعنی جنگ روانی، یعنی سایکولوژیکال وارفر روی ایرانیان کار میکردن و روی ایرانیان تحقیق میکردن و به اصطلاح میفرستادن به لندن که چطور ایرانیان رو به اصطلاح تو سری تجاوز کنیم، تو سری بهشون بزنیم، احمقشون بکنیم، خارشون بکنیم، بدبختشون بکنیم. اینا همونا بودن که گفتن مثلا فقط ایرانی‌ها رو تیک تیک باکه جدا کرد از هم همون زمان و به اصطلاح divide and conquer به قول معروف، همون یهودیای چیز بودن دیگه، انگلیس بودن دیگه، و ضمناً گرسنه نگهدار ایرانی رو. دقیقاً. ولی به میگفتن عرب رو یه سیر بهش خوراک بدی ننتم خار مادرش هم واسط میاره تا عبد میتونی براش کار بشی، اون عربه، ولی ایرانی رو گرسنه نگه دار و تو سرش بزن و اون تا عبد کار میکنه. ولی من میخوام بگم با تمام هر رویتر این بود، بله، هر دستاویزی که اینها بتونن چنگ بزنن، اینها دارن در این زمان میکنن که بخوان این انقلاب رنگی رو راه بندازن، یه شورشی راه بندازن و از هیچ چیزی هم فروگذار نیستن. ما همچی خبرهایی رو تو 96 نداشتیم، تا همین دو سال پیش که مردم ایران برخواسته بودن ما همچی خود به خودی بود. بله سرصدای خود البته جاساش اون موقع بودن ولی چون قدرتی نداشتن، یعنی نه مسلح بودن. شما دیدید دیگه تو جریانات اون شهری در جنوب ایران، ماشر دیدین که چه موجودات کثیفی تو خیابون را افتاده بودن با اسلحه های آمریکایی و مسلسل و تیربار و قمه. اونو دیدین چه لاتلوت های از داعش کثیف لوکینگ تر کنار را افتادن، دنبال مردم افتاده بودن، دنبال احتمالا نیروهای پلیس و اینا افتادن که بعد چیز مجبور شد سپاه دخالت کرد. اصلا اون قسمت ایران جدا کرده بودن، تمام راه ها رو بسته بودن، هیچ گونه چیزی نمیتونست بره بیرون. راه ها رو بسته بودن خوراک، این اوباشای نفوذی، خوراک و سوخت کاملا قطع شده بود و به اصطلاح یکی از همون به اصطلاح تمرینای بود که موقعی که جاسوسای درونی این کار میکنن با اسلحه میان یه تیکه از ایران رو جدا میکنن، چطور همون موقع با سرعت از طریق دریا یا هوا به سر هلیکوپترهای آمریکایی یا مثلا عربستان فلان بیان اونجا بشینن، اونجا رو منطقه آزاد اعلام بکنن و اصلا بگن و جنگ داخلی رو از اونجا شروع بکنن، از این نقاطی شبیه این شروع بکنن، شبیه که اصلا برنامه این بود، تمرینی بود برای به سر تیکه تیکه کردن ایران.
آقا از نیزارها حالا تیر انداختن که انداختن، چرا شما نیزارها را به تیر بستید؟ یارو عربه خودش داشت میگفت. داره حالا بله از درون نیزار تیر انداختن به چند نفر به سر پلیس رو کشتن. دقیقا یارو خودش داره آی ویتنس شاهد داره میگه که از داخل نیزارها مردم تیر انداختن به چیز به مردم، یعنی مثلا چی؟ مردم یعنی داعش، اوباشا، یعنی داعش نفوذی ها تیر زدن به اون. خب شما چرا رگبار؟ عجب پر روی شما واقعا. چرا رگبار بستید؟ خب ببینید یه جوری دیگه کله ما کردن. ما اولش مثلا خبر از سعودی اینترنشنال میبینیم، از بی بی سی میشنم، از این گوها میشنم، از این کسافت ها ما میبینیم. ما چاره دیگه داریم؟ ممکن چیز دیگری هست؟ میشنمیم میبینیم که خب آدم به فکر فرو میره چی شده؟ اصل ماجرا چی بوده؟ چی میگن اینا؟ حمله کردن نیزارها و مردم به نیزارها پناه برده بودن. فیلم هم که میذارن یک فیلم اصلا معلوم نیست از کجاست، فیلم ها همه دروغیه، چیزی نشون نمیده، بس صدا مونتاژ شده. فیلم ها همه دوربین تکون میخوره، چند نفر مثل اولاغ مرور میدونن، چهار پنج نفر مثل اولاغ مرور میدونن، ولی صدا تیر میاد، تق تق تق، صداهای تیر میاد، وقت صدای تق 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 میاد، ولی اونا که در این ورور میدن دارن به طرف صدایه، به طرف صدا پیش میاد. مثلا به نظر میاد که اون طرف حتما یه دی دارن تیر اندازی میکنن به اینا. این یه دی لات با سنگ و اینا میدونن به طرف مثلا به طرف تیر با سنگ دارم میرم به طرف تیر. آخه ما در فلان شده واقعا شما خر فرض کردید عجیب و غریبه. دوستان حالا ما امشب گرم شدیم، ما حالا من میخواستم فقط نیم ساعت توضیح بدم در مورد شرایط برون رفت، در مورد بحران جهانی که کارش تمومه و حالا ما به سادگی اینو میگیم و خب کسی هم باور نمیکنه. مگه میش کارش تموم شده باشه؟ چند هزار سالی که همین وضعه. خب دیگه حالا شما در زمانی به دنیا اومدی که آخر کاره. شما آخر کار رو به چشم خود چقدر خواهید. خوبه. بله. بله. به چشم خود خواهید دید. این از روی بخار معده که مثل به قول معروف اون چیزی که وله در این جنات ماهواره‌ای که عرض نمی‌کنیم. این بر اساس یک شناخت تاریخی به یک پژوهش چند ده ساله تاریخی که ما کردیم که الان شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رو و از گذشته و از باستان زمانی که شما میگی روی ترکیه، شما باید برگرد ببینید اصلا سیستم خبرنگاری و خبرگزاری در جهان به وسیله چه کسانی و اهدافش چه بوده. اهداف خبرنگاری اردشیر خواجه یهودیانی بودن که به قول معروف از طریق مونوپولی کردن اخبار و ساختن اخبار اصلی اون بوده، به سر کشورها رو و شهرها رو تحت سلطه می گرفتن و تصاحب می کردن با ایجاد میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن. این جریان چند هزار سال است. رویتر رو نمیدونم اسوشییتد پرس و اینا فاحشگان بین المللی به اصطلاح سیستم آدم خوری جهانی واسه شما های دلشون که نسوخته، البته بله جیبشون هم پر میشه از این سیستم جاسوسی و فلان اینا، اما اهداف بزرگتر ایجاد گیجی، توهم، ایجاد دروغ و پستی و جنایت در سطح جهانه. یه مقدار باید دیدگاه های خودتون رو همینان جرفا ببخشید. جرفا بخشیدنش هم مصنوعی نیست، با یه مقدار تفکر جرف و پژوهش جرف انجام میگیره، نه پژوهشی که اون چیزی تو کله شما فید دارن میکنن، دارن فرو میکنن. گوش کنید یا ببینید، خودتون برید آگاهانه با غرور انسانی خودتون ببینید چی میخواد پیدا کنید و دنبال اون بگردید. نیروهای نظامی در سطح منطقه در چه حد، نیروهای نظامی در سطح جهانی در چه سطحی، شرایط اقتصادی جهانی در چه سطحی، شرایط اقتصادی منطقه در چه سطحی، شرایط اقتصادی ایران الان در چه سطحی. ما این از این معادله ای که تشکیل خواهد شد جریانات پیچیده جهانی در جهان و در منطقه، بهترین آلترناتیو هایی که میتونه با کمترین خرج کشور ما رو از نابودی جلوگیری بکنه چیا هست. برید دنبال اینا ببینید که موازنه نظامی الان در سطح منطقه در چه سطحیه. چی شد که قرار بود همه چیز روی میز بود، تمام گزینه نظامی روی میز بود تا دیروز، حالا
حالا این گوه رو خودشون برداشتن بلعیدنش که ما این گوزینه رو دیگه رو میزشون نمیبینیم. خب این مدفوع رو بلعیدند دوستان. این که خب برای چی بلعیدن؟ از قدرت و نیروی از قدرت ما بلعیدند. خب ما اینا رو که به قول معروف گندگویی که نمی کنیم. شما دو تا چند تا میشه؟ 16 تا؟ نه معمولا میشه 4 تا. خیلی اصرار کنیم میگم اوکی حالا 5 تا چون خیلی تو حالا خیلی اصرار میکنی، ولی 1,000,000 نمیشه. یه سری قوانین فیزیکی بر جهان حکم فرماست. بله در فیزیک کوانتوم دو تا هر امکانی داره، ولی ما در دنیای کوانتوم زندگی نمیکنیم. ما الان در دنیای فیزیکی زندگی میکنیم که جهود حاکم بر شرایط جهانی و شما طبق اون سیستم شناخت اون سیستم نظامی سیاسی اقتصادی فرهنگی روانی باید جایگاه خودتون رو پیدا کنید و آلترناتیو و بدیل آزادانه و شرافتمندانه و انسانی خودتون و خودتون و پدرانتون و مادران ما که جهان رو پردیس کرده بودن پیدا کنید، به اصل خود بازگردید. همجور گیجی و همجور حال هرکی هرچی بایا گفتم منم تکرار میکنم اولا اولا خیلی بد از جمهور اسلامی، خدا مرگش بده بره گمشه بمیره. خب از این حرف که به جایی نمیرسی. باید ببینین که جناهای جمهوری اسلامی کیا هستن. آیا همشون فاحشگانن یا یه سری مستقل هم توشون هست؟ اگه همشون فاحشگانن برو خودتو مسلح کن، درستم شو، جنگ مسلحانه رو شروع کن، راه بنداز. اگر نه کسانی هستن که دارن بر علیه فاحشگان اشغالگر کشور ما دارن جون میکنن و از خوار و مادر و برادر و پدر تو حمایت میکنن، نذاشتن کشور حالا گوزینه نظامی روش بیفته با خاک یکسان بشه، انفراستراکچر مثل عراق که هنوز آب مستراها تو خیابونا جاریه بعد از چند سال از جنگ گذشته. 15 سال چرا گذشته؟ اگه میخواد اون وضع بیفته خب برو بیفت، نه همه حرفایی که امروز میزنی بزن. اگر نه برو آلترناتیو خودتو پیدا بکن. از قدرت نظامی ما باید میاد، برو قدرت نظامی خودتو تشکیل بده. فاحشه اجنبی نتوان شدن. از گوه خوردن اجنبی ما به جایی نتوان رسیدن. از تکرار گفتمان اجنبی ما به پیروزی نتوان رسیدن. همون بلایی که تو انقلاب قبلی سرمون در آوردن، همین بلا رو خیلی راحت سر در میآورن، خیلی راحت. آلترناتیو اونها جایگزین میشه، تو آلترناتیو خودتو جایگزین کن. آلترناتیو خودتو جایگزین کن. حرف دشمنان رو تکرار نکن، کار زشتی است، واقعا دونمایگی و فرومایگی است، از شما بعیده، چون خیلی از شماها دشمن و جهود و وابسته به اجنبی و عقده‌ای و پست و جنایتکار نیستید، چون فقط گول خوردید. خب گول خوردن هم چیز بدی نیست، آمریکایی بهش میگن ساکر، یعنی کسی که لیست میزنه به دیگران. در حد ساکر نمیخواید باشی، یعنی گول خور، یعنی تو سری خور. شماها از فرهنگ آزادگی جهان میایید که همه خورد فرهنگی های کره زمین رو تو جیبش میندازه. فردا ما باید نجات بدیم بقیه بشریت رو از این وحشتی که برش حاکم شده. دست بردارید از دنبال روی، از تو سری خوری و از تکرار و از میمون بودن و از توتی بودن و از تو سری خوردن. شماها از نسل بزرگانید، شما از نسل رستمید. باور نمی کنید؟ زور خودتون رو با آزمایش بگذارید. برید فکر خودتون رو از کثافات خالی بکنید و از نو شروع کنید به اندیشیدن، به نگاه کنید، به واقعیات نگاه کنید. اولش به همین عکسی که من گذاشتم نگاه کنید، ببینید این سامانه رو، به تحقیقش کنید، ببینید چطوری میشه این سامانه رو ساخت، چقدر کار برده، چقدر کار ریاضیات برده، چقدر کار الکترونیک برده، چقدر کار سایبر برده، چقدر کار هاردور برده، چقدر کار سافتور برده. اینا رو کی این پروگرام ها رو کی طراحی کرده؟ عمه من یا کره شمالی یا روسیه اومده به داده؟
دلش سوخته پیدا کنید پرتغال فروش. اینها همه بومی هستن، گرمیان تماما ایرانی. نه غرور، غرور هم چیز خوبیه. غرور دوستان اون پستی که در وجود ما گذاشتن، اون حقارتی که جهودان چند هزار سال در وجود ما گذاشتن، غرور انسانی پاک میکنه اون توسری خوری و اون به اصطلاح خودزنی و خودیزنی و خود پست دونستن رو که یک مرض روانی که اونا گذاشتن در وجود ما، اونها گذاشتن که ما دشما به دست خود شکست خود برافرازیم یا برانگیزیم. این همون داستان آرشه، مسخره کردن ما رو. بعد از اون که بر ما غالب شدن، ما گفتیم ما ایران خودمونو میخوان، بگن تا آخر نفر رو باید بکشی، مسخرمون کردن، گفتن مرز را پرواز تیری میدهد سامان. برید یه تیر بندازید ببینید که تا چه از شما شایسته، تا چه اندازه هستید. سامانه ما به 60,000 فوتی رسیده. آرش ما از 63,000 فوتی، 63,000 فیت این کثافت پایین کشیده. خب این یه ذره فکر کنید دوستان، به غرور خود بیاندیشید، به مادر خود بیاندیشید، به پدر خود بیاندیشید، به پردیس خود بیاندیشید. زباله را از روی محله خود، خانه خود، کوچه خود، خیابان خود پاک کنید. این زباله ها رو که پاک کنید، آخوندها هم با این زباله ها جارو خواهند شد به زودی. این نکته ای که من میخواستم بگذارم، حرف تو هر سخن در سخن آمد، این که این بزرگواران، سرلشکران، فرماندهان نظامی ایران همه به گونه ای به ما این خوشبینی و رو میدهند که توانایی پدافند از یک پارچگی و تمامیت ایران رو دارند و تنها دغدغه اصلیشون این هست که آیا این 80 میلیون ایرانی میتوانند از جنگ نرم که اینها، این اجنبیان چه داخلی و چه خارجی وجود آورند، از پس این بر بیان، و اینکه این اختلاسگران، این مونوپولگران، این نیوکانهایی که در داخل ایران هستند که اینها به عنوان آقازاده ها و اینها ازشون یاد میکنن، اینها رو به نوعی بتونن حسابشون رو خواهیم رسید. و اینا اصلا قشنگ سرلشکر حاجی زاده اینا رو قشنگ بیان میکنه، از عصبانیت هم بیان میکنه که اینها هستن که باعث فساد درونی و به صلاح چیز شدن و ما باید از گوش کنید. اینها گوش کنید چی میگه. یعنی اینها، این نظامیان ما بسیار آگاه هستن به چگونگی اوضاع درون، فساد و کثافت حاکم بر کشور ما آگاهن، بسیار آگاهن. کمکشون کنید که این کثافات رو برویم. دوست ندارید از اونا کمک بگیرید، خودتون شروع کنید بروفتن. دنبال کثافت اجنبی نرید، حرف مزخرف کثافت اینها رو تکرار نکنید. این میس اینفورمیشن، دیس اینفورمیشن، جنگ های روانی پست و کثیف، برنامه ریزی شده کهنه و بویناک رو دنبال نگیرید. من براستی از بزرگان همیهنان گرامی پوزش میخوام که امروز خشمگین بودم، ولی خشم من بسیار با تیر خدنگی بود، صاف مستقیم و برا برجابنده و و و به قول قدیمی ها مهر بیکران، به قول دختر کوچولو عاشقتم. یعنی واقعا ما جز چیزی، جز مهر به مردم رنج دیده ایران، به جوانان پرفرهنگ، پرشور و زنده. واقعا یکی همچین نسل زنده ای رو در هیچ جای دنیا نمیشود دید. هیچ جای دنیا. خب ما تو من 40 سال، تو بیش از فرهنگ سیمرغی رو، بیش از 40 سال من تو این ینگ دنیای کثافت هستم. من میبینم، مقایسه میکنم. اولش خیلی آدم حتی حواسش هم جمع باشه فکر میکنه او همه چیز اینجا مرتب منظم. این از یک سیستم کنترل شده
انسانهای مرده که مرده های متحرک رو داره کنترل میکنه میان این نظم. اون بلبشویی که ما هنوز در ایران و هند و فلان اینا داره، اون بلبشو در نهایت اون زندگی است. اون بلبشویی که زمانی که به یک نظم آریایی، به یک نظم پردیسی تبدیل بشه، سازنده جان خواهد. به یه هنجار در واقع. به هنجار هستی. به هنجاری. نه مرگ حاکم بر غرب. مرگ حاکم بر غرب. اینجا مرگ. شما بیایید در 15 سال اول ممکنه نفهمید، بگید او عجب همه چیز همجا تمیز مرتب جنفانه اینا، که البته اونم داره از بین میره، اینفراستراکچر غرب داره از بین میره، برای اینکه تمام پولاد میره تو جیب جودا و اصله سازی و فلان اینا دیگه، اینفراستراکچر زیربنای اقتصادی همین آمریکا هم از بین میره، پولاشون در حال ریختنه. یعنی همه چیز فقط گذاشته تو چیزای نظامی. خب چیزای نظامی که 100 برابر بودجه ارتش و سپاه ماست، بیشتر از 100 برابر، و دومش رو کلش باید بذاره از جلوی ما فرار کنه. فکر میکنید دلشون سوخ واسه ما که حمله نکردن، بعضی که ما گلوبال ها کشیدیم پایین. ترامپ ما گفت خیلی ممنونیم که اون یکی هواپیما رو که 30 تا سرنشین جاسوس توش بوده، هواپیما جاسوسی ما رو که 30 تا سرنشین جاسوس توش بودن، متشکریم که نزدیم. فکر میکنید دلشون سوخ؟ گفتن آقا ترامپ چرا، اسرائیل بهش گفت، اسرائیلی‌ها اینجا صاحب آمریکان دیگه، چرا حمله نکردی؟ گفت من پرسیدم از پنتاگون چند نفر کشته میشن، گفتن ممکنه 30 تا غیر نظامی ایرانی کشته شد. من ناراحت میشم اگه 30 تا غیر نظامی. شما در این صد باور میکنید؟ شما واقعا اینو باور میکنید یا باور 373 این یا سوم خرداد که جلو روتونه، کدوم باور میکنید؟ دوم خروس رو یا من که اصلا خروسی ندارم زیر بغلم. دوستان گرامی، به راستی با سپاس فراوان که اگر کسی کشید تا این موقع عصبانیت من رو بتونه تحمل کرد. خشمناکی شما، عصبانیت از عصبیت. آره اون نه، من عصبی نیستم. اصلا به هیچ عنوان. بسیار شادمانم، بسیار خوشحالم. ما زمان شادی ما فرا رسیده. من همجوری دارم گفتمانم دارم، من فقط این کشایی این موشک رو دارم نگاه میکنم که توی عکس یه مقدارم خمیده، به خاطر اینکه عکس با فیش آی مثل اینکه گرفته شده یا با عدسی باز گرفته شده، که اینا یه خمیدگی زیبایی روی این موشک و رو سامانه‌ای که موشک رو نگه داشت افتاده که زیباست. نگاه، این زیباست، امروز این زیباست، فردا که ما جهان رو آرام کردیم، به کثافات جهان رو پس زدیم، به ایران رو از این موجودات مریض کثیف چند هزار سال، هزار اندی سال، بیش از هزار اندی سال در ایران هستن، پاکسازی کردیم، اون وقت گل و سبزه و درخت و زندگی زیباست. امروز این زیباست، این که جلوتونه، این موشک زیباست، هیچ چی دیگه زیبا نیست. بسیار هم زیباست. همه چیز دیگه زیباییش پشت این قرار میگیره، زیر این قرار میگیره. فردا دیگه به اینم احتیاج نخواهیم داشت، موقعی که دنیا رو آدم کردیم، به قول جود آدم دنیا رو به انسان تبدیل کردیم، جان آدم هست، جودن دیگه، نسل آدم و حوا. همیهنان گرامی، به راستی سپاس از این همه بزرگواری های شما، با گفتمان و پرسش ها و نظرات خود که زیر برنامه ها میذاره، واقعا دوست داریم. بله، بسیار خیلی شادمان میشیم. بله. چه بزرگانی، چه همیهنان مهربر و بزرگواری، و اجازه ندید که نیروی اجنبی به هیچ وجه شما رو ناامید بکنه و این غارغارک های اجنبی کوچکترین تأثیری روتون بذاره. فقط به واقعیات دست پیدا کنید، با ریسرچ، با پژوهش، با کوشش، که راستش چیه، درستش چیه، واقعیتش چیه، اون چیزی که تو سر ما رو مسخره میکنن که آقا شما نمیتونید کار، شما نمیتونید دفاع کنید، شما اصلا شما یه مش آخوندید، آقا شما همتون تروریستید فلان، اونو باور میخواید بکنید، یا اینکه ما به نوبت شما هم خواهیم رسید، با آخوندها هم خواهیم رسید. زمان شادی شما فرارسید، زمان شادی همه ما فرارسیده. شما چیزی نخواستید؟ نه، چیزی نخواستم، ولی دوستان پرسیده بودن نظرت راجع به تولسی گوبارد جون. تولسی گوبارد تولسی جون، بانو تولسی چیست و
اونو در مورد به اصطلاح ایمپیچمنت مستر ترامپ، ولی میتونیم اینو بذاریم در جلسات بعدی. چیزی مهم نیست از اینا، چیزی که اتفاقاتی در غرب میفته اصلا مهم نیست. این ایمپیچمنت ترامپ که اصلا یک مسخره بازیه، دعوای به دو جناح جهودان که از یه طرف دنیا رو با هم کمک میکنن بخواهن، از یه طرف هم تو سر کله هم میزنن دعوا میکنن. هیچ چیز اساسی، هیچ چیز مهمی نیست. تولسین هم که نذاشتن بیاد بالا، تفلک و بچه خوبی بود، خانم بسیار بانمکی بود، بانمک و مهربان و آریا منشی بود. اصلا نذاشتن بیاد بالا، اصلا شماره‌هاش کردن زیر 3% که اصلا نتونه بیاد توی توی بسرا دیبیت ها شرکت بکنه. ولی تا اونجایی که شرکت که بسیار تاف و برا و مستقیم بود، خیلی هم بانمک بود. بله آریایی بود دیگه، نژاد هستی چه میشه که. هم میهنان گرامی، نمیدونم با چی بنویسیم برای تیتر این برنامه، برای یه چیزی میاندیشیم و پدافند برای یک پارچگی ایران، ایران بزرگ و پیوستن به مام میهن، برای اینکه سپستر خواهیم دید که چگونه تکه های جدا شده از مام میهن به آغوش مام بر میگرد. همینان به راستی از اندیشه های خود ما رو بی خبر و نگذارید، دریغ نفرمایید. زندگی ما همینه که ببینیم که شما چی میگید. تا درودی دیگر، تا درودی دیگر و برنامه دیگر و شاهنامه دیگر، بدرود. شاهنامه رو ما چقدر داریم وعدش رو میدیم، وعده دادیم ولی ادامه ندادیم. خب گرفتاری روزمره است که این نیز به سرایت هم میهنم بزودی گرامی. بدرود.